بارز سلام و ادب خدمت تمام دوستداران افغانستان نوین. اگر افغانستان نوین را لایک و سابسکرایب نکردین، لطفا دوستای عزیز لایک و سابسکرایب کنین. امروز تصویری را در رسانه های اجتماعی دیدیم که واقعا جگرخون شدم. شوهری که خانم خود را لط و کوب کرده و بینی و گوشایش بریده، و این مشکلات در افغانستان بسیار زیاد است و روزانه ما با او مواجه هستیم. باز که خانم ها بیشینه، باز در بین خود میگه که پسر ما بدخوی است، یا میگه که شوهر ما بدخوی است. اگر بچه ایتان بدخوی است، برای زن بگیر باز جور میشه. یک دیدگاه مخرب، یک مشوره ساده لوحانه است که زنهای همسایه و یا اعضای فامیل به نیت خوب و والدینی که از بدخویی پسرشان شاکیان میرهن، بدون فکر کردن در مورد عواقبشان. قبل از این که در مورد عواقب همچو اقدام حرف زد، اول باید مرد بدخویی را تعریف کرد. یک مرد بدخوی کسی هست که در دوران کودکی یک سلسله قواعد و ارزش های یک زندگی انسانی برایش آموختانده نشده. مثلا رفتار، کردار و الفاظ نادرستش اصلاح نشده، بناهن تحمل انتقاد را نداره و بدخوی می شود. به صورت عموم چیزی را که خواسته به دست آورده و به کرسی نشانده، کلامش عادت کرده، بناهن از گفتار و رفتار خلاف میلش بدخوی می شود. احترام به جنس مخالف را نیاموخته و از کودکی شنیده که زن ناقص العقل است و ضرور نیست که به نظر و خواهشات زن ارزش قائل شد. در غیر آن زن چو هستی؟ بناهن از هر نظر خواهش و مسئولیت خواهی همسرش بدخویی می کند و بدخوی است و همگی میگه که پسر ما بدخوی است. در پهلوی عوامل ناشی از تربیت نادرست والدین و بزرگ شدن در فضای مملو از خشونت، مشکلات روانی، اختلال های دماغی هم یک عامل بدخویی بوده می تواند. یک مرد بدخویی تنها از راه خشونت واکنش نشان می دهد. خشونت لفظی، خشونت فیزیکی و خشونت های دیگر. زمانی که قرار است یک مرد بدخوی ازدواج کنه، والدینش به جستجوی یک دختر عاجز و مسکین می شود. دختری که بی زبان است، تا پسر بدخویشان را که از کنترل خودشان خارج است گوی آرام و خوشخوی بسازند، یعنی برای یار گرگشان یک بره را بیابند. عواقب چون وصلت ها منجر به بدبختی های بزرگتر و خشونت های بیشتر می شود. چقدر این جمله در بین زنان افغان مروج است: شوهرم بدخوی است. چرا بدخوی است؟ اطفالی که در همچو خانواده ها به دنیا می آید، در یک فضای تمام با خشونت، ناامنی و خالی از مهر و محبت بزرگ می شوند. یک فضای خفقان آوری که توجه و رسیدگی باید با شاید به ایشان صورت نگرفته باشه و همه ایشان اساسی ترین قاعده ها و ارزش های اخلاقی را که در دوران کودکی باید آموخته می شد نیاموخته. طبعا که این کودکان به نوبه خود اگر پسر باشند بدخوی است، بدخوی های آینده، و اگر دختر باشند بره های آینده می تواند به بار بیایند. والدین عزیز، لطفاً زندگی یک دختر بیگناه را قربانی پسر بدخویتان نسازید. یک انسان بد اخلاق، مریض یا روانی با ازدواج بهتر نمی شود. با پسر بدخویتان یک روانشناس را جستجو کنید تا صحت بیابد. او مریض است، مریض روانی است. او با یک دختر نیاز ندارد.